روز بعد باز هم یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود. وقتی عیسی را دید که از آنجا می گذرد گفت: این از بره خدا. آن دو شاگرد این سخن را شنیدند و به دنبال عیسی به راه افتادند. عیسی برگشت و آن دو نفر را دید که به دنبال او می آیند. به دنبال چه می گردید؟ منظر تو کجاست؟ ربای. ربای یعنی ای استاد. بیایید و ببینید. تقریبا ساعت 4 بعد از ظهر بود. پس آن دو نفر رفتند و دیدند کجا منزل دارد و بقیه روز را نزد او ماندند. یکی از آنان آندریاس بود، برادر شمعون پتروس. او اول برادر خود شمعون را پیدا کرد. ما ماشیح را یافتیم. ماشیح یعنی مسیح. یا سپس شمعون را نزد عیسی برد. عیسی به شمعون نگاه کرد. توی شمعون پسر یونا، ولی بعد از این کیفا نامیده می شوی. کیفا یا همان پتروس یعنی صخره. روز بعد وقتی عیسی می‌خواست به جلیل برود، فیلیپوس را یافت. به او گفت: به دنبال من بیا. فیلیپوس مانند آندریاس و پتروس اهل بیتسیدا بود. فیلیپوس نتانائیل را پیدا کرد. ما آن کسی را که موسی در تورا ذکر کرده و انبیا درباره او سخن گفتن پیدا کردیم. او عیسی پسر یوسف و از اهالی ناصره است. آیا می شود از ناصره چیز خوبی بیرون بیاید؟ بیا ببین. وقتی عیسی نتانائیل را دید که به طرف او می آید گفت: این است یک اسرائیلی واقعی که در او هیچ مکری وجود ندارد. مرا از کجا می شناسی؟ پیش از آن که فیلیپوس تو را صدا کند، وقتی زیر درخت انجیر بودی من تو را دیدم. ای استاد، تو پسر خدا هستی، تو پادشاه اسرائیل هستی. آیا فقط به علت این که به تو گفتم تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این کارهای بزرگتری خواهی دید. یقین بدانید که شما آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حالی که بر پسر انسان صعود و نزول می کنند خواهید دید.